به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر سر جهان رزمندگان بدون مرز و فارسی زبانان امیدوارم که شاد و سلامت باشید هر جا که هستید خب خبرهای خوبی میاد از این تنش بین ایران و عربستان و این در واقع یک تودهنی محکم به رژیم اشغالگر و به آمریکاست میدونین چین سرمایه گذاریایی در عربستان کرده و میخواد که اه این اه انرژی دچار مشکل و مسئله نشه پس به صرف و نفع چین هست که هم عربستان و هم ایران نفتشون رو در واقع بتونن بدون دردسر بفروشن و عربستان هم از زیر یوغ این آمریکای زورگو در بیاد من تقریبا سه سال پیش در ماه می 2020 برنامه ای ساختم و گفتم گاو شیرده به زودی از دست آمریکا در میره اون موقع میتونستم ببینم اون کانال الان بسته شده ولی برنامهش بود و اسمشون گذاشته بودم گاو شیرده در واقع این چیزی بود که ترامپ اونها رو خطاب میکرد و دیدیم که اونها این رو قورت دادن ولی چه بس و برنامه داشتن و یادمون هستش که سردار دلهامون ایشون زمانی که در عراق بودن قرار بود که توسط عراقی های یک ارتباطی برقرار بشه بین ایران و عربستان سعودی در راستای تنش زدایی و به خاطر همین اینا رفتن و سردار دلها رو ترور کردن من برنامه ای ساختم در همین رابطه و در واقع مقاله بودش و در نشریه های آمریکایی این منعکس شده بود که یکی از اون اهداف قاسم سلیمانی تنش به بین ایران و عربستان بود و قرار بود که ایشون بره حالا به یه جلسه ای به یه ملاقاتی که خب به اونجا نرسید حالا میخوام بگم که این چیزی که الان داره اتفاق میفته یک انتقام سخت هم هست از آمریکا در راستای انتقام سخت از خونه اه شه... اه شهیدمون از خون سردار دلهامون حالا بذارین اول برم یه کلیپی رو که در صدا و پخش شد برای شما پخش بکنم و میخوام بعدش بیام و خیلی به زبان ساده بگم که عواقب این و نتایج خوشایند این و پیامدهاش چی هستش ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دو جانبه توافق کردند این توافق در مذاکرات فشرده میان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون با همتای سعودیش در پکن حاصل شد سفری که آقای رئیس جمهور در بهمن ماه جناب آقای رئیسی به پکن داشتن در اون سفر آقای شی پیشنهادی رو در سفری که به منطقه خلیج فارس مهیا کرده بود به آقای رئیسی ارائه دادن که مذاکره ما بین دو کشوری که حدود هفت سال رابطشون قطع بود یک گشایشی توی روابط ایجاد بشه ببینین هفت سال روابطشون قطع بود و چه بس و بیشتر و این اون جریان سهیونیستی هست و اون فلسفه تفرقه بنداز و سلاح بفروش تفرقه بنداز و حکومت کن این الان همش نقش براب شد یعنی این یه شاهکاری که الان داره اتفاق میفته اگر که باور داشته باشیم عربستان سعودی با نیت خوب اومده که من فکر میکنم با نیت خوب اومده چون که هم در یمن شکست سنگینی خوردن و همین که میبینن حریف ایران نمیشن من همین دیروز برنامه پست کردم در رابطه با فضای مجازی و اینکه ما واقعا از عربستان خوردیم اما در نهایت اونا میبینن که اون نتیجه رو که اونا میخوان نمیده خب در پایان این نشست بیانیهای سه جانبه بین دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون وزیر مشاور امنیت ملی عربستان و عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین امضا شد در این بیانیه ایران و عربستان توافق کردند حد اکسر تا دو ماه دیگه روابط دیپلماتیکشون رو از سر گرفته و از سفارت خونه ها و نمایندگی ها رو بازگشایی کنند وزرای خارجه ایران و عربستان هم برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات میکنند دو کشور همچنین ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر با اجرای موفق نامه های امضا شده در سال های 80 و 77 در زمینه های امنیتی اقتصادی علمی و فرهنگی توافق کردند خب این میدونین یعنی چی در امور داخلی هم دخالت نکنن یعنی خداف شبکه سقوطی انتر آشغال یعنی برین سوراخ موشا رو پیدا کنین تموم شد که بودجه بهتون بدن دیگه تموم شد خبر مرگتون باید سوراخ موشا رو پیدا کنین برین گمشین این نه این داستانش اینه حالا در هر صورت این خبر خوش است اینها از خود مسلمان‌ها علیه مسلمان ها استفاده می کردن بین سنی و شیعه و بین شاخهای مختلف سنی اینا میومدن اختلاف می داختن بین حتی خود شیعیان یعنی این کار رو می کردن. من می خوام این رو بگم رهبر عزیزمون که یکی از سیاستمداران قهار جهان هستند و این کشتی رو این پیر مقان این مرشد و این ناخدای با تجربه این کشتی رو دارن کروز میدن به سمت و سوی صلح و به سمت و سوی آرامش و به سمت و سوی اتحاد بین مسلمانان اسلام ناب محمدی که دیگه حالا میخوایم بگیم که دیگه نمیایم درباره شیعه امام علی امام حسین و یا سنی حالا بگیم معاویه و عمر صحبت کنیم نه اینجا الان در روزگاری که درش زندگی میکنیم خب در هر صورت اتحاد حرف زنه برای اینکه الان این دشمنان ما از نفاق و تفرقه و در واقع دشمنی بین مسلمانان اینها سلاح فروختن و اینها کسانی هستند که پولهای کلون به جیب زدن و با تمام این تفرقه های شیطانی که بین کشورهای مسلمان انداختن در هر صورت این یک پیروزی بزرگ برای ایران و در راستای بیرون کردن آمریکا از منطقه این میخوام بگم انتقام سخت اینجاست اینا تصورشون نمیکردن که تو این شرایط که الان آمریکا گیرو گرفتار گیر گرفتار اوکراین هست و حالا چین بهشون هشدار داده بودش که تایوان رو هی برایش سلاح نفرستین تحریکش نکنین و اینا گوش ندادن خب چینم گفت حالا براتون دارم چینم از طریق اینکه بیاد و در واقع یک رابط بشه برای تنش بین ایران و عربستان چی در نهایت کلا کشوری نیستش که دنبال ایجاد دشمنی بین کشورها باشه و عربستان هم و چین اینو فهمیده که در واقع اون کشوری که دشمنه اون کشوری که حالا به, اون، به،, به, نام دوست با تو داره در واقع دشمنی میکنه مثلا دوستی آمریکا دوستی خالخرسه آمریکا با عربستان به نام دوست چطوری از پشت بهشون خنجر زد این سامانه پاتریاتشون که کار نکرد جمع کردن این آشقال ها رو بردن و میخوام بگم که سامانه پاتریات که کار نکرد هیچی وقتی گلوبال هاکشون هم زدیم چی شد فروش نمیدونم جنگنده ای اف سی و پنجشون گرچه حالا اون گلوبال هاک اف سی و پنج نبود ولی تمام اینا افت کرد خب در هر صورت اینها 100 تا پایگاه دارن در, در منطقه ما و چندین پایگاه دارن در عربستان میخوام میگم این پایگاه همشون الان بی استفاده شدن برای اینکه چرا اینا اونجا بودن برای اینکه برای بخوان نفت و حفاظت بکنن که تجربه نشون داد که نتونستن بنابراین پایگاهاشون هم باید ببندن و گورشون رو گم کنن از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر که بزرگترین پایگاه رو اونجا دارن و در عربستان هم پایگاه های متعددی دارن اینا رو باید تعطیل کنن برن یعنی به همین سادگی که هستش در هر صورت ببینین اگر که عربستان بخواد گربه به رخصونه و در واقع صداقت کامل نداشته باشه چی میشه روابطش با چین هم به هم میخوره و دوباره سرکارش میفته دست آمریکایی که نمیتونن بهش اعتماد بکنن و این عربا به گونه خیلی, خیلی آدم های و به خودشون خیلی آدمای پرت چی میگن متکبر رو به خودشون خیلی می نازن و می بالن بعد جوری خورد تو ذوقشون وقتی که عر... وقتی که آمریکا بهشون گفت گاوش شیرده اگر که ما نبودیم در ظرف دو هفته شما باید فارسی صحبت می کردیم. خب این عربستان از همون موقع کینه ای از اینا به دل گرفته دنبال فرصت مناسب می گشتش که از آمریکا بکنه و حالا موفقیت های ایران رو دیده که در زمین دشمن بازی نکرده و نرفته با اونها در واقع ارتباطش رو با این شیاطین قطع کرده بالاخره عربستانی هم اونقدر بیشور نیستن که اینو نفهمند دیدن که نتیجه خیلی بهتری میده خب در صورت الان میخوام بگم با تنش عربستان میتونه یه صرف جویی هنگفتی هم در بودجه نظامیش بکنه وقتی که اون رو لولو لو خورخوره که اینا از ایران برای عربستان ساخته بودن و اونها دیگه احساس ترس نکنن از ایران نیازی به امریکایی آمریکایی سلاحهای مفنگی آمریکایی که جمع شده بود آهن هاشون که میوردن در واقع بونجلاشون که قالب میکردن به عربستان سعودی و کلی هم پول ازشون میگرفتن الان دیگه اون کارو نمیتونن بکنن عربستانیا مثل این که خدا رو شکر به خودشون اومدن و من فکر نمی کنم که اینها بخوان دنبال بازی باشن و دنبال یه سیاسی باشن چون در نهایت کور به ضررشون تموم میشه پس من فکر میکنم که اینا اومدن که در واقع دنبال این تنش زدایی هستن و در هر صورت این پایگاه های آمریکا باید جمع کنن برن باید ببندن برن یه چیز خیلی خوب دیگه ای که اتفاق میفته راه آهنی که قرار بوده از ایران بره به سوریه اینم به زودی راه میفته چرا؟ چون عربستان تو عراق خیلی دخالت میکرد و نمیگذاشت که این پروژه ها پا بگیره پس حالا اون پروژه راه آهن ایران سوریه اونم در واقع به زودی, به زودی درست میشه و افتتاح میشه و این یک شکوفایی شکوفایی تجارت هست برای ایران برای سوریه برای عراق یعنی این به نفع این کشورها میشه و نکته دیگه ای رو که میخواستم بگم آمریکا ناچاره که سوریه رو ترک کنه برای اینکه وقتی که شکست خوردش عربستانیا دیگه پشیزی براش قائل نیستن باید باید رها کنه بره از سوریه هم باید بره و حالا چه چیزی باعث شد که عربستانیا به این نتیجه برسن روشن شکستشون در در یمن و در واقع میخوام میگم مثل خر تو گلوا رفتن و هی پیام دادن پی پی پیام و پیغام و پسغام دادن به ایران که بیاد میانجیگری بکنه و این چند هفته گذشته که یه موشکی خوردش به حالا عربستان که نفهمیدن از کجا اومد چی بودش و این داستان ها ضرر و زیان زیادی بهشون وارد کرد و خب در هر صورت میدونن که میدونستن که بخوان با حوسی ها و با انصار الله در بیفتن عاقبت خوشی نداره دوست داشتن که یه مدلایی با یه مقداری هنوز اگر یه ذره احترام مونده از توی این جریان که مثل خرد و رفتن بیان بیرون و حالا در واقع صلحی بین یمن و عربستان هم صورت میگیره میخوام بگم چه بسا این صلح بهتر از این بودش که خب میگم من بزنه مثلا تاسیسات پالایشگاهی عربستان رو در داغون بکنه و حالا واقعا چیز زیادی نصیب منطقه نمیشدش نصیب ایران هم نمیشد به اون صورت و کلی انسان های بیگناه کشته می شدن یعنی این چیز خیلی خوبیه که داره اتفاق میفته الان صلح بین یمن و عربستان هم رقم میخوره در هر صورت ما در بابل مندب هستیم برای اینکه یمن شریک ماست ش... یمن شریک راهبردی ماست اسرائیل برگردم به اسرائیل ببینین اسرائیل الان بعد جوری سنگ رویخ شده یک تو دهنی یک اردنگی به اسرائیل بودش خب یکی از تحلیلگرا اومده بود گفته بود اسرائیل چه بسا بخواد حمله اتمی بکنه به ایران خیالتون راحت باشه این یعنی نابودی خودشون یعنی صد تا بمب اتم هم بخوان بریزن روی ایران اول از همه بدونین که ایران به گونه ای دستش باز هست در اون, در اون, زمینه من برنامه ساختم با دکتر شفی و یادتون هست که ایشون چی گفت نمیخوام اینجا تکرار کنم خب دستات نگران اون موضوع نباشی نه اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته من بهتون قول میدم و اسرائیل راهی اسقاطیل سه تا راه بیشتر نداره اول از همه اینی که بیاد یک حکومت و دولتی درست بکنه که احترام فلسطینیا سر جاش هستش و در واقع یک دولت و حکومتی که فلسطینیا باید تصمیم بگیرن چون سرزمین اونا بود حالا یعنی یک دولت و حکومت مشترک همگانی یکی این میتونه این باشه یکی دیگه میتونه این باشه که اینا عقب نشینی بکنن به اون محدودیت هایی که سازمان ملل براشون گذاشون سازمان مختل در سال 67 اونم یه, اونم یه گزینه است الان چند صد هزار از همین اشغالگرا ریختن تو خیابونا و نتانیاهو در حال فرار تقریبا همه ریختن سرش و این مردک بیمار روانی رو حتما بیرونش میکنن مطمئن باشین در نهایت بخوان که بیان نمیدونم حمله اتمی بکنن از این های زیادی که اصلا و یعنی که با دست خودشون نابودی خودشون رو رقم زدن یک بار برای همیشه و نابودی خودشون رو پیش انداختن ما که مطمئنیم اینا نابود میشن به گذشته زمان اینا رفتنی هستن باید برن این طوری که بوده دیگه اصلا نمیتونه این طوری باشه و نکته اینه که عربستان دیدش که آمریکا به خاطر اونا نمیادش حتی با یمن در بیفته و عربستان دیدش که به خاطر اوکراین هم آمریکا نیامدش با بگونه با روسیه با, با اونا در بیفته نه اومده مثلا یه مش تانک و زره پوش این تانک و زره که آلمان حالا قرار بوده بفرسته اوکراین من تو برنامه های آمریکایی خوندم و شنیدم که چند ماه طول میکشه که اوکراینیا یاد بگیرن با اینا چیکار بکنن و جنگندم که اصلا یعنی اصلا انجام شدنی نیست برای اینکه انقدر به کار بردن اینها و استفاده از اینها و مدیریتش اصلا نشستن پشت یه چنین جنگنده ای و اون خلبان اینقدر پیچیده است خودشون دارن میگن من خوندم که مینیمم 6 ماه طول میکشه اونم توسط یه خلبانی که این کارا رو بلده خلبان پیشاپیش پیش خلبان جنگنده هست پس اونم اونم out of question یعنی انجام نشدنیه پس اینا رو هم همه رو عربستان داره میبینه مشاهده کرده که آمریکا از پشت به همه خنجر زده و فقط دنبال فروش سلاح هستن آینده خوشی برای خودش ندیده با اینکه با ما خیلی در افتاد به ما خیلی ضرر و زیان زد در از نظر جنگ نرم در فضای مجازی جنگ ترکیبی و یه نمونه بارزش همین سقوطی انتر آشغال بودش که چجوری اینا دروغ چاپ میکنن و من همین امروز داشتم دروغ های اینا رو نگاه میکردم دروغ یه دروغی از این بزرگتر که نظام پهبادای کوچیک با گاز نمیدونم چی چی تو مدرسه ها حالا الان تمام اینا رو دستگیر کردن اعتراف کردن ببینیم پستی و رزالت تا چه هست حالا یک اردنگی میخورن میخوام بگم که ما بسیار خوشحال میشیم بسیار خوشحال شدیم از این موضوع به میزانی که اونا ما تحتشون بعد جوری دوچار مشکل و مسئله شده به همون میزان ماها خوشحال شدیم و این بیشورا این بیماران روانی دارن میبینن که راهی رو که رفتن غلطه از بایدن پرسیدن نظر شما درباره این ایران و عربستان چیه خودشو به کوری و کری و خری و لالی و همه چی بوده اصلا مثل این که نمیدونسته و اون سخنگوی کاخ سفید از اون بدتر یعنی میخوام بگم چنان شک شدن که اصلا نمیدونن چی بگن زبانشون بند اومده خب بنابراین اون عربستان سعودی هم صبر کرد تا سر به زنگا در زمان مناسب که اینا گیر و گرفتار مسائل دیگه ای هستن و خب اون موقع بذاره تو کاسشون حالا موقعش بود و من واقعا امید دارم و امیدوارم که عربستان سعودی با نیت خوب بیاد جلو و من کلن تابع این هستم که ایران با همسایگانش روابط سلح آمیز و مسالمت آمیز داشته باشه تا به خود به جنگ و جنگ و جدال و خون ریزی و کشتار و نفاق و اینا همش زشته اینا همش, برنامه های شیطانیه ولی ببینین رهبر ما چجوری چه با چه درایتی نگذاشتن که کار به اونجاها بکشه گرچه گرچه خیلی از عوامل و خیلی میخوام بگم کسانی بودند که میخواستن ایران رو سوق بدن به سمت و سوی مثلا حمله به عربستان حمله به آذربایجان جعلی حمله به ترکیه نمیدونم حمله به این حمله به اون همه اون بیشورا و خائنین ولی خوشبختانه رهبر ما بسیار درایتمند هستن و میدونن که چه کار بکنن در زمینه یه نکته دیگه اون آقای مولوی عبدالحمید که از طرف عربستان پولشو میگرفت اونم باید یه سوراخموش بر خودش پیدا کنه بره چون سنگ روی شد یعنی میخوام می بگم تمام اینایی که فکر میکردن الان نظام در حال فروپاشیه و اینا اینا هر روز که میگذره ما بی میبینیم که جایگاه و پایگاه نظام مستحکمتر میشه به به کوری چشم تمام دشمنان ایران در واقع میخوام بگم به گونه این آمدن آقای گروسی به ایران درست همین چند روز پیش اینم یک ارتباطی داشت با این جریانی که الان اتفاق افتاد امروز اتفاق افتاد درباره این فردا در مصاحبه ای که با دکتر حمید شفی زاده دارم صحبت میکنیم برنامه زنده ساعت ده شب به وقت ایران 11 صبح به وقت لس آنجلس و هشت شب به وقت اروپا با عشق و راشقان ایران و میخوام بگم این باید, باید خوشحال باشیم و باید تبریک و تهنیت بگیم به رهبر عزیزمون که یک تو دهنی محکم و یه اردنگی و یه اردنگی محکمتر به آمریکا و اسقاطیل زد این گاو شیرده دست همشون در رفت دیگه فروش سلاح و تمام اینا بای بای و در واقع سو استفاده و استفاده از خوام بگم دشمنی بین مسلمانان اینم به گونه ای واقعا تحت تاثیر قرار میگیره در تمام کشورهای اسلامی برای اینکه این الگو میشه برای کشورهای اسلامی دیگه